با یک خبر تازه خوش آمدید. شورای مقاومت ملی میگوید پذیرش اعتمادنامه سفیر طالبان توسط رئیس جمهور چین جسارت بخشیدن به ترویج و صدور تروریسم است. شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان در واکنش به پذیرش اعتمادنامه بلال کریمی سفیر گروه طالبان از سوی شی جین پینگ رئیس جمهور چین گفته است که این اقدام تمامی قوانین بین المللی، عرف دیپلماتیک و مناسبات میان کشورهای مشروع را زیر سوال برده است. شورای مقاومت در ادامه افزوده است که چین در همسایگی افغانستان در حالی به این اقدام نامتعارف دیپلماتیک متوسل شده است که سرنوشت افغانستان و مردم آن در گرو تسلط جابرانه یک گروه خودکامی جنایتکار و حامی تروریسم است. این شورا همچنان تصریح کرد که در حال حاضر طالبان از بیش از 22 گروه تروریستی در خاک افغانستان حمایت و میزبانی می کنند. و گفته این شورا این عمل چین به هیچ صورت مبنای حقوقی ندارد و هر گونه همکاری به ویژه پذیرش نمایندگان آنان در سطح تعامل دیپلماتیک امر غیر معمول، خلاف اصول و در عین حال کمک به یک گروه تروریستی و جسارت بخشیدن به ترویج و صدور تروریسم است که آسیب آن تنها به افغانستان محدود نمی ماند. شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان از کشورهای جهان و سازمان ملل خواست که در فقدان نظام و حاکمیت مشروع در افغانستان از پذیرش نمایندگان گروه طالبان در سطوح مختلف به ویژه امور دیپلماتیک تا تشکیل دولت مشروع که از مجرای قانون شکل گیرد خودداری کنند. این شورا بار دیگر بر روند تشکیل دولت مشروع از طریق پروسه فراگیر ملی که منتج به تغییر وضعیت کنونی و بازگشت مردم سالاری می شود تاکید کرده است. این واکنش در حالی است که روز گذشته رئیس جمهور چین اعتمادنامه بلال کریمی سفیر طالبان را در این کشور پذیرفت که با واکنش های گسترده مواجه شده است. طالبان از پذیرش سفیر این گروه استقبال و آن را نخستین اقدام چین برای به رسمیت شناسی رژیم خود تلقی کردند.